سلام بها، من الان تو کوچم. باش. چمدونش کن. یکم سنگین بود، گفتم از شهرش راحت بشم بهتر. آره کار خوبی کردی. ببین من میرم سر صابخونه عزیزم گرم میکنم، تو چی کار میکنی؟ آروم یه پله ها میپری بالا. نقشه خوبی کشیدم؟ چی بگم؟ هیچی نمیخواد بگی، راه بیفت. بیا چقدر زود برگشتی؟ برای اینکه نونوایی شلوغ بود. خانم جون خبر دارین که دیروز تو خیابون پشت یه چرخبال نشسته؟ چرخبال همون هلیکوپتره. یه هلیکوپتر میگن تو خیابون پشتی نشسته زمین. خب حالا یعنی اتفاقی هم واسه کسی افتاده؟ اتفاقی که نه، مثل اینکه فقط یه نفر پاش شکسته. پشت چه رفتی به هلیکوپتر؟ نمیدونم دیگه، من باید برم. شب بخیر. پشت داره انداخت. آره انداختم. شب خدا. وایسادی بشین. خیلی خوش اومدی. چرا ما یواش حرف میزنی؟ برای اینکه گوشاش تیزه. شام که نخوردی؟ نه. یه شام شاهانه داریم. سوسیس تخم مرغ. لباساتو عوض کن، الان برات حاضر میکنم. امروز رضا پیران بهم زنگ زد، گفت دیگه قرار نیست تو نمایشش بازی کنی، از من خواست به جای تو نقشو بازی کنم. چه خوب، نقش خوبیه. بهم گفت میخواد یکی دیگه رو بیاره. موفق باشی. آره فقط مشکل اینجاست که موفق نمیشم چون قبول نکردم. چیه؟ برای تو این کار نکردم، به خاطر جفتتون این کار کردم، چون شرط می‌بندم همه چی درست میشه. دستپختو کیف می‌کنی؟ اومدم. سلام. سلام. داری شام می‌خوری؟ نه، کاری داشتین؟ آره یه دونه پماد داشتم، می‌خواستم برام اگه میشه بزنی. بله، بفرمایید من پای من. الان که داری شام می‌خوری؟ نه، بریم واجب تره. نه بابا الان زیادم ضروری نیستش، سفرت جمع کن بعدم. برمیگردم جمع میکنم. بفرمایید. کمرم داغون شده دختر. اینا درد دارم که حد نداریم. پا و کمر همه با هم قاطیه. خب من که بهتون گفتم باید گرم نگهش داریم، پمادتون هم باید سر وقت بزنید. اون دست گلو نیارش دور، بندازش دور. آماده شو، میخوام برم بیرون. چشم بابا. Thank you.
دیشب خوابتو دیدم. اما فکر نمی کردم مثل عجل معلق یا سرکلت پیدا بشه. نه زنگی، نه خبری. حالا اگه اومده بودی یا من خونه نبودم چه کار میکردی؟ میخواستی با چمیدونات پشت در بسته وایسی تو من بیام؟ قدت گنده شده ولی هنوز عقل راست نشدی. راستی مادرت چطوره؟ خوبه؟ زبون آلمانیش خوب شدی؟ هنوز داس ایسماس تمرین میکنه ها؟ خودتو مجبور نکن سراغ زن سابق مادر بچه تو بگیری که من ناراحت نشم. من دیگه بچه نیستم بابا. بچه ای؟ بچه نبودی که بلند نمیشدی بیخبر بیای اینجا؟ خیلی که گرسنه نیستی؟ 5 دقیقه صبر کنی یه شام مجردی خوشمزه بهت میدم. لعیه چطوره؟ حالش خوبه؟ آره خوبه. حالا پشت لباس در عوض کن، یه لباس راحت‌تر بپوش که شام داره صدامون میزنه. شماره موبایلشو داری؟ شمارهشو بده، میخوام به این زنگ بزنم. به خاطر اونه که برگشتم. یکی دو تا سعی کردم بهش فکر نکنم اما نتونستم. باید باهاش صحبت کنم. شاممون آماده است، بریم شام بخوریم. حالا برو لباس فعلا عوض کن، بیا غذا داره سرد میشه. برو. فکر میکنی یه بچه 5 ساله که یه عروسک بدی یا بگی بابایی به بچه غذای خوشمزه ایه یادم بره چی میخواستم و چی کار میخواستم بکنم؟ نه فکر نمیکنم یه بچه 5 ساله هستی. اما تو شماره لعیا رو بده. شمارش بده، میخوام الان به هیچ زنگ بزنم. لطفا شمارش رو بده. سلام. کجایی؟ خونه یکی از دوستان. من فردا شب دارم از ایران میرم، برای تو هم یه بلیط گرفتم، با من میای یا نه؟ داری فکر میکنی؟ تا ساعت 12 فردا شب فرصت داری فکراتو بکنی. فکراتو که کردی به من زنگ بزن. میخواد من فردا شب باهاش از ایران برم. میخوای باهاش بری؟ نمیدونم. یعنی الان نمیدونم. نمیدونم باید چی کار کنم. نمیدونم باید چه تصمیمی بگیرم. تا فردا شب به هم فرصت بدین. بهش فکر میکنم. درباره چی؟ به چی فکر میکنی؟ شما؟ سلام. من حمیدم. منو یادتون مونده؟ سلام. بی خود نبود، تلفنتون اشغال بود.
داشتین با کی حرف میزدین؟ ببخشید به من ربطی نداره داشتین با کی حرف میزدین. از خودتون بگین، خوبین؟ همه چی مرتبه؟ ببخشین من الان نمیتونم حرف بزنم. یعنی اگه بعدن زنگ بزنم میتونم باهاتون حرف بزنم؟ نه لطفاً دیگه زنگ نزنین. خداحافظ. کی بود زنگ زد؟ هیچ کس. من برم یه دوش بگیرم. غذا سرد میشه. تا دوباره گرمش کنی میام. برخورده چطور بود؟ خوب بود. قرار شد تماس بگیره و بعداً همدیگه رو ببینیم. اگه سرزده نمی اومدی، اگر قبل از که بیایی میگفتی چرا داری میایی، بهت میگفتم که نیایی. میگفتم نیایی چون اون نامزد داره. تو یه هفته پیش قرار بود که تو پایان امسال ازدواج کنم. اما فعلا رئیس مخالفت کرده. چرا امشب اینقدر ساکتی؟ برای اینکه تو هم ساکتی. چیزی شده؟ نه چیزیم نیست. همین جوری یه کمی حالم خوب نیست. مطمئنی چیز مهمی نیست؟ آره مطمئنم. چیزیم نشده. فکر میکنم دارم یه کمی خودم رو لوس میکنم. میرم برای خودم چای بیارم. تو چیزی نمیخوای؟ نه. چک مال توه. ورش دار مال توه. این چقدره؟ 20 میلیون. اینو با چی کارش کنم؟ برای هفته آینده بلیط رزرو کردم. گفتم شاید خریدی چیزی داشته باشی. گفتم پیشت باشه. من چیزی نمیخوام بخرم. شاید چند تا چیز کوچیک بگیرم اما خرید زیادی ندارم. پیشت باشه. شاید لازمت بشه. باشه اما آخه من واقعا من باید برم. حوصله‌تو سر بردم. آره؟ نه من خستم. از مادرتم خدافظی کن. دارم مثل دختر بچه‌ها حرف میزنم. اما احساس میکنم یه جوری داری میری که انگار میخوای برای همیشه بری. نمیدونم چرا همچین احساس احمقانه‌ای دارم. شاید به خاطر اینه که حالم زیاد خوب نیست. یه قرص خواب بخور که بتونی راحت بخوابی. من فردا خیلی کار دارم. پس فردا شام میام. شب بخیر. شب بخیر.
فکر کنم چایی تازه دم داشته باشی. یه چایی بریز دارم میام بالا. زنگ زد اسمش حمیده. دو سال پیش قرار بود با هم ازدواج کنیم. پدرش مباشر باباست. اما اون یه دفعه پشیمون شد. پشیمون شد و از ایران رفت. اما حالا مثل این که خوشحالی که تو این شرایط برگشته؟ من هیچ وقت به اون علاقه نداشتم. به خاطر پدر مخالفتمو نشون ندادم. پس رضا هنوز برات مهمه نه؟ اگه بگم آره دروغ گفتم، اگه بگم نه هم دروغ گفتم. حقیقتش اینه که نمیدونم. اینجور موقعا نمیدونم چی باید بگم. راستش ساکتم نمیتونم. از سر شب منتظرت بودم. الان دیگه نزدیکای صبحه. سلام. ببخشید من نتونستم کشی که امشب رو کنسل کنم. امروز رفتم دادگاه تقاضای طلاق کردم. شنیدی چی گفتم؟ من امشب یه چند تا مریض فوری داشتم، خیلی خستم، بعد استراحت کنم. ببخشید، بعد ما هم حرف میزنیم. اما من میخوام الان با هم حرف بزنیم. به من نگاه کن، برگرد. گفتم برگرد. امروز آزمایشایی رو که چند سال پیش انجام داده بودیم بردم دادگاه. به علت عدم تواناییت برای پدر شدن تقاضای طلاق کردم. اما دادگاه اون آزمایشا رو قبول نداره. میگه مربوط به چند سال پیشه، باید دوباره آزمایش بدیم. من فکر میکنم بهتر بیشتر از این دردسر نکشیم. قبول کن توافقی از هم جدا شیم. برای جفتمون بهتره. اگه قبول نکنی که توافقی از هم جدا شیم، باید قبول کنی که بیای و دوباره آزمایش بدی. چی میگی؟ کدوم راه رو انتخاب میکنی؟ تموم شد؟ گفتم من خستم. برو بیرون. برو بیرون تا کنترلمو از دست ندادم. مثلا کنترلی تو از دست بدی میخوای چیکار کنی؟ میخوای منو بزنی؟ بیا بزن. بیا. خواهش میکنم برو بیرون. بدون اگه نخوای توافقی از هم جدا شیم، از دادگاه حکم میگیرم که مجبورت کنن بیای آزمایش بدی. حکم میگیرم که مجبورت کنن.
سلام. فکراتو کردی؟ با من میای یا نه؟ معلوم میشه فکراتو نکردی. تا 12 شب بیشتر فرصت نداری. مثل این که خیلی دوست داره باهاش بری. میدونم. اما قبلش قبلش میخوای با رضا حرف بزنی؟ آره. خب از چرا معطلی؟ بهش زنگ بزن. قطع کرد. نمیخواد با هم حرف بزنه. نمیخوام مجبورت کنم که بهش جواب بدی یا نه. نمیخوام مجبورت کنم که بهش زنگ بزنی یا نه. اما اینو میدونم که زندگی اینطوری نیست که آدم هر روز صبح در خونش که میاد بیرون مقابل اولین خونه، سر اولین پیچ کوچه، اونی رو که قرار باهاش زندگی بکنه رو پیدا بکنه. وقتی که قراره بین 6 میلیارد جمعیت زمین دو نفر هم دیگر پیدا بکنن، این دیگه یک حادثه نیست، یه معجزه است. یه معجزه‌ای که باید احترامش داشته باشی و قدرشو بدونی. فکر کنم من قدر این معجزه رو میدونستم بابا. برام خیلی محترم بود. لیا قدرشو ندونست. بهش بی احترامی کرد. لیا شروع کرد بابا. همه چی اون شروع کرد. شاید اون شروع کرده باشه. دی الان این تو هستی که داری ادامه میدی. آدم وقتی عاشقه که دیگه ماشین حساب نمیگیره دستش. حساب بکنه ببینه چند تا حرف خوب زده، چند تا حرف بد شنیده. چند تا لبخند زده، چند تا لبخند نگرفته. اینطوری که دیگه عاشق عاشق نمیشه که. میشه یه ماشین حساب. یه ماشین حسابی که همه چی رو خوب حساب میکنه. البته این دست خودته، میتونی ماشین حساب بشی، میتونی نباشی. صبحونه خیلی خوبی بود، دست همتون درد نکنه. من فکر میکنم باید با هم دیگه حرف بزنی. بهش زنگ بزن. من ثروت رو دوست دارم. تعجب نکنید. آره دوست دارم جان خودم. خونه خوب، ماشین خوب، همه چیزای خوب دنیا رو دوست دارم. آدمای ثروتمندم دوست دارم. بهشون احترام میذارم. به این خاطر که زحمت کشیدن ثروت به دست آوردن، به همین خاطر احترام میذارم. عوام فکر میکنن پولدار شدن کار ساده ایه، اما نمیدونن سخت‌ترین کار دنیا همین پولدار شدنه، منتها از راه حلال. اینا رو گفتم که بدونید من نه با ثروت مخالفم نه با ثروتمند. خدا و پیغمبرش هم مخالف نیستن. برای همین وقتی لیست اموالتون رو که نگاه میکردم کلی بهتون آفرین گفتم. من احضار کردید اینجا که تشویقم کنید؟ نه، فقط برای اینکه تشویقتون کنم مزاحمتون نشدم. چند تا سوال داشتم از محضرتون. البته ممنون که یادآوری کردین. سوال اولم اینه. اینجا من یه گزارش دارم که میگه در 2 روز گذشته شما همه اموالتون رو به نام فرزندانتون کردین. درسته؟ بله. عمل خلافی کردم. کار غیر قانونی انجام دادم. نه ظاهرش خلاف بوده، نه انشالله باطنش. اما چرا این کارو کردین؟ میخواید خودتون رو بازنشسته کنی؟ بله، تصمیم گرفتم خودم رو بازنشسته کنم. پس چرا اگر میخواید خودتون رو بازنشسته کنید، قبل از انتقال اموال به فرزندانتون از اونا وکالتنامه گرفتید؟ فکر نمیکنید این کارتون یکم شبیه اون مسئله یک بام و دو هوا باشه؟ نمیدونم چی بگم. چون فکر میکنم تا متهم به کار خلاف قانون نشدم میتونم سکوت کنم و جواب ندم. درسته؟ بله، استدلالتون درسته. میتونید و حق دارید که جواب بنده رو ندید.
اما با این همه میخوام به اطلاعتون برسونم که تصمیم گرفتم تا اطلاع ثانوی شما و افراد درجه یک و دو وابسته به شما رو ممنوع معامله کنم و ازتون خواهش کنم که فعلا از تهران خارج نشید. چرا؟ میشه به هم بگین چرا؟